سلام بچه ها. خب بچه ها، این ویدیو ادامه ویدیوی دیشبه که دیدین ما رفتیم خریدار انجام دادیم، خریدامونو چیندیم اینجا و میخواییم که بریم شروع کنیم به چالش آشپزی، ببینیم با اینا چی میتونیم بپزیم. حتی خیلی هم پیچیده. خب بچه ها، من اول از همه میگم که بریم ببینیم که فاکتورامون چقدر شده. خب بچه ها، دیروز آنجا رفتیم که قرار بود حساب کنیم و بیایم ببینیم که فاکتور هر کدوم چقدر شده. شما بگو اول بیشتری. من کمتر. من 31.87 کروش. 32 لیر. 32 لیر. مال منم شده 29 لیر. خالی نبند، الکی میگه. مال من شده بچه ها 59 لیر. یه کمی زیاد شد، بدونم بعضی سنگینش کجا بود. آقا تونه ماهی اینجا خیلی گرونه. این خیلی سنگینه. همه جا گرونه تونه ماهی، تو ایران هم گرونه. آقا دیگه چلو چیز نیستش که، 60,000 تومان نیست تو ایران که یه دونه. خب 16 لیر فقط اون شده دیگه. این مانتی هم هم گرون بوده. خب گوشته دیگه، ایشالله که توش گوشته. میشالله این هم 14 لیر شده. بار سنگین منم اینه. اوه، انگشت ماهیتونه. این بر من از همه گرانتره، 22.90. این نما کمتر از 10 لیر خرید کرده بودم. یعنی اینقدر ارزونه؟ آره، ماکارنی ارزونه همه جا. ماکارنا. خب آقا بریم شروع کنیم هر کدوم، ببینیم حالا چی پیش میاد. آقا دقت کردین که هر شب داریم ویدیو میذاریم دیگه؟ بله. جدی میگی؟ بله. از که؟ اگر استقبالتون خوب نباشه همه ویدیوها رو نبینیم، ویو ها بیاد پایین، برمیگردیم رو همون هفته ستا. نه زنیا. پس اگه دوست دارید همینجوری پرقدرت ادامه بدیم، اولا که لایک کنید، کامنت خفن بذارید و همه ویدیوها رو ببینید و بزنیم رو شروع کنیم. ایده ای ندارم الان، فقط میدونم که باید اینو بزنم بپزه. این لوبیا هم که فکرم خیلی طول میکشه تا بپزه. این دوتا بپزن ببینم چه میشه. بچه ما کلن از ایران که اومدیم همین دوتا قابلمه رو خودمون آوردیم، بعد همزم قابلمه نخریدیم. حالا هی بگین هوم تور قابلمه نداریم، کجا هوم تور میخواین تشریف بیارین؟ محمد حساب کنم مجبورم ماکارونی رو با لوبیا توی قابلمه بپزم. به به، ماستا رو نریزی تو قیمه ها. نه، قیمه ها رو میریزم تو ماستا. چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟ بازا فعلا روشنش کنیم آبش جوش بیاد، بعد میریزم توشو بپزم. و آقا نمیدونم فیش فینگر به فارسی چی میشه. گفتم که انگوش ماهی. ماهی انگوشتی. حالا بذارم اون درست بشه، نوبتش که شد باز میکنیم ببینید چیه. آره. حالا من مواد اصلیم این دوتا. خیلی خرمان هم آماده است. حالا میخوای چیکارشو بکنیم؟ خرمان هم آماده است. خب اینو که مشخصه، توی اون قابلمه ای که بر من مونده میدارم توی آب که بجوشه، بعد میریم سراغ این، فکر کنیم ببینیم با این بعد چی کار کنیم. این نمیدونی با آقا من چی کارش کنم. یه اسم برای قضات هم بذار، ماک لوبیا ماهی. به نظر من چیز خوبیه.
ماک لوبیا ماهی خوبه؟ لو ماهی ماک یا شایدم ماهی لو ماک خارجی شده. اصلا خودم به اسمش فکر کنم. من میگم بچه هم پیشنهاد بدن تو کامنت ها اسم برای غذای زهرا پیشنهاد بدن. حالا غذای منم نوبتش میرسه، منم فکر میکنم پاستای ماهی لوماک. خب بعد صبر کنیم تا اینا پخته بشه. خب غذای شما که خیلی سخته واقعا. حالا بله، بسید کنیم پخته بشه، بعد برم سراغ فیش فینگرز. ببینیم چی کار کنیم. یه وقت فیش فینگرز اس نداره که میگه فیش فینگرز. خب چند تاست دیگه؟ آه بچه ها، آقا عکسشو تا رو دقت نکرده بودم. آه با پاستا میخورن؟ میدونستم از اول شانسو. از اول میدونستم، اصلا به خاطر همین اینو برداشتم. واقعا بهتری من نمیدونستم. معلومه چرا میدونست. فکری من نمیدونستم، میدونستم از اول آگاهانه خریدم اینو. H A H A H. بچه ویدیو H A رو میذارم این بالا البته اگه بذارم واقعا. خواهر آبجی، آبجی، آبجی های گلم، ویدیو های آبجی های گلم و هر کی ندیده بره ببینه. اگه این بالا پیداش کردیم بریم ببینه، اگه نه خودتون بریم بگردیم. تلاش کنید. اسمش چی بود؟ اسمش یک روز سویت هوم. آره یک روز مثل سویت هوم. خانوم یک کمکی به ما بکن، شما که آشپزی به نظر دینا رو باید چیکار کنیم؟ من تا حالا نخوردم نه درست کردم. یه حسی از درونم بهم میگه که باید سرخشون کنیم. جلو بیافتیم آبو میریزم توی این یه جوش میارم برای مانتیا. بچه ها این تونه ماهی ما نسبتاً آماده است، اینو درش میاریم. چجوری؟ مانتیا رو میریزم توش. چجوری؟ بریم زهره چک بکنه بابا کار نیاشو برگردیم. بچه ها خدا رو شکر امیرعلی خیلی حالش بهتره ها، میبینید که شیکون شده. امیرعلی حالت خوبه؟ آره. خوب شدی؟ به بچه ها بگو خوب شدم. خوب شدم. بچه ها من طول ماهی آماده است. ببخشی من همتی میتونم؟ بله همتی میجانم. چطور موتوری؟ خب بچه ها آب جوش همو میریزم، میخوام مانتیا رو بریزم. نمکم بریز. نگفت نمک داره. نگفت تو آبش نمک بریز مثل ماکارونی؟ ولی گفت فکر کنم داره ها. میخوای ویدیو چک کنی؟ یه ذره نمک میریزی؟ روغن نمیریزی؟ خب زیاد بریزم. غذای شما به نظر خیلی با کلاس میاد. خودم هم با کلاسم. خودت هم با کلاسی. فقط همین غذا من با کلاسه. خب گاز شعله‌ای خیلی بهتره. ما دکمه های اینو بزنیم 1000 سنتی میشه. قشنگ غذا سوخته جدی شده رفته. آره بعد
خمیر میدی. عجب چیزی شو به قول تو این خمیر. بودو 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 برش دار. با میره الان؟ آره بابا ازش شو. خب خوبه برش میدارم. بچه ها میریم برای آبکش. آقا مردا امتیاز دادم به این حرکت. بچه ما یه سرچی کردیم که سس مانتی چیه. حالا الان میخوام سس مانتی درست کنم ببینید چیه چه جوریه. بریم بشیم سر میز سس مانتی. خیلی سریع بریم سراغ اینجا دیگه واقعا آموزشیه. خوب دقت کن. سس مانتی اینجوریه که مقداری کره داخل تابه آب میکنیم این داره آب میشه. یعنی یه جوری میگی که الان 800 بار تا حالا مانتی درست کردی. 20 ساله که من کارم اینه. بعد فلفل قرمز به مقدار لازم میریدین روش، یه خورده تفت میدیم، این میشه مرحله اول سس. مرحله دوم میریم اونجا. حالا بیاین اینجا فقط مرحلهشو ببینید چه شکلی. کره آب میکنی بعد دوباره میذاری سر جاش. حالا دیگه آشپزی مردونه است گفتم. خب این گرم شد بودوین فلفل قرمز. خب فلفل میریدیم. اینا بچه جدا سرد میشه. یعنی یا ابد میریز این روش. چقدر فلفل. نه فلفلش خیلی تون نیست. آقا سس ما آماده است. میریزیمش توی یک کاسه کوچیک. تو همون قابلمه خوبه نمیخواد بریزی. تو مرحله بعدی بعد مقدار سیر رو داخل ماسک بریزیم. بیره با قلقا توق میدونم. با قلقا توق؟ نمیدونم غذای شمالی یکیش از سیر زیاد داره. وای عالی بود واقعا. چی بود؟ اون چیه؟ نمیدونم والا من نمیدونم چی. واه خیلی بوی سیر خوبه. خب بچه سس من آماده است. خب این یه مقدار اینجا یه مقدار اینجا مانتی با سیر. خب رو همش نمیریزم چون میخوام این مقدار همچین حالت دیزاین و گارنیش و اینا داشته باشه. بچه نه یعنی نه اصلا انگلیسی رو دارید دیگه. به به ای به به و به به. خب مرحله اول ما آماده است. بریم زهره خانم غذاشو بیاره. بیام ادامه بدیم. بچه ها خب منم آماده شد ببینید. به بچه دیزاینی خیلی خواهی سو دیزاین رو خوشم یاد لوبیا ها رو یه جوری چپوندی توی دیزاین دیگه تو خرده. آخه سبز شه یه المان سبز داشته باشه. خیلی جذاب ظاهرش. یازده همه میاد سمت تو. خیلی خب رسیدیم به جذاب‌ترین بخش این چالشمون تستینگ تایم. به به بچه من خیلی تشنم شدیم همه زحمت کشیدم. بذاره نوشیدنی اونو بخوریم. آقا شما باید نوشیدنی ما رو بخوریم. ما باید نوشیدنی گروه شما رو بخوریم. حالا میخواه عوض میکنیم. اینم توجه کنید که چالش خیلی خاص بود. شرایطش محدودیت های خیلی زیاد داشت. این که الان میبینیم ماکارونی و ماهی و لوبیا داریم میخوریم به خاطر اینکه زهرا مجبور F و J استفاده کنه. منم مجبورم از
یو و ایکس استفاده کنم. ایکس که اصلا پیدا نکردم جز اون ایکس لارجه. منم جی پیدا نکردم همش با اف بود. خلاصه این که امیدوارم که ازش لذت برده باشین، نظراتتون رو بنویسین. اگه ایده های خلاقانه اینجوری بازم دارین حتما تو کامنت ها بهمون بگین که انجامش بدیم. خب بچه‌ها مرسی از اینکه ویدئومون رو دیدین. لایک و کامنت و سابسکرایب و شیر و اینا که خودتون میدونین همه رو. زنگوله کوچولو هم که امیر مشغول خوردن غذاش یادش رفته بگه. خب بچه ها تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.